سلام، من مسیح علی نژادم و این هم 242مین برنامه تبلته. شما تو قرنطینه این؟ من که هنوز تو زیر زمین خونم. مصیبت. این هفته میخوام از زیر زمین خونمون شاهکاری از جمهوری اسلامی رو براتون رونمایی بکنم که حرف نداره. اونم طرح دو فوریتی مجلسه که رفت تا بشه قانون. قانون برای چی؟ برای اینکه ورزشکار ایرانی به جای اینکه برنده بشه ببازه. باور کنید. ولی خب از ترس فدراسیون جهانی که مچشون رو نگیرن و آبروشون تو دنیا نره و محرومشون نکنن، گفتن تو قانون نمی نویسیم اما اجراش می کنیم و می گیم بباز. علیرضا بباز. یعنی یادتونه ما اولش باورمون نمیشد که مربی داد بزن علیرضا بباز. آخه همه مربیای نرمال تو کشورهای نرمال کنار تشکای نرمال توی ورزش نرمال میگن بلندش کن، زیر یه خمشه بگیر، دو خمشه بگیر، بزن زمین، لنگش کن. مربی تو جمهوری اسلامی، جمهوری مقدس اسلامی میگه بباز. جوک نیست، حقیقت کلیشه برعکسه. رو دریا میگه شلیک کن، میزنه به ناوچه، نفچه خودی. تو آسمون میگه شلیک کن، میزنه به هواپیما، هواپیمای مسافر بری. حالا رو دوشک میگه بباز. چرا؟ چون فکر میکنه مشت محکمی زده به دهن اسرائیل. آفرین آفرین. بازم داری اشتباهی میزنی. این بار به ورزشکاران خودی، از ورزشکاران کشتی گرفته تا جودو تا قهرمانان شطرنج. حالا باید ببینیم این استخاره آقایون به اینکه ببازم نبازم، ببازم نبازم کلن از کی توی ایران شروع شده؟ اولین قربانی بیژن سیفخانی بود تو سال 1983 میلادی در شهر کیف شوروی سابق. حریف استایلش رو 7-4 برد. همه باید خوشحال بشن نه؟ کنار گذاشته شدم. خیلی مؤدبانه نامه ایم زدم برای هیئت کشتی گیلان که ایشون فعلا به فعالیت خودش ادامه نده. آقای ولایتی، یعنی جواد ظریف اون دوره، دست پاچه هنوز عرق سیفخانی رو دوشک خوش نشده بود که اومد وسط میدون و گفت بساطتون رو جمع کنید، ورزشکارا برگردین ایران. البته آقای ولایتی افتخارات زیادی آفریده، یعنی همطور که لیست شغلاش یکی دوتا نیست، زیاده، افتخاراتش هم زیاده. بنابراین ایشون نه تنها پایه‌گذار ممنوعیت رقابت ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی هستند، بلکه پایه‌گذار قتل‌های زنجیره‌ای در خارج کشورم هستند. ترورای زنجیره‌ای. برای نسلی که نمی‌دونید، ایشون در پرونده ترور رستوران میکوناس در آلمان یکی از متهمان ردیف اوله. نفر بعدی که رو دوشک با تئوری بباز بباز حاضر نشد با ورزشکار اسرائیلی رقابت بکنه کی بود؟ چجوری شد؟ به برکت اختراع و ابتکار ولایتی یکی یکی ورزشکارا در همه رشته ها وقتی حریف اسرائیلی میدیدن یه دفعه همچه یهویی دچار سردرد، کمردرد، دلدرد، انواع و اقسام درد و مریضی شدن که مثلا نران رو دوشک. یعنی باید خودتونو بزنید به تمرز که به رشته اصلیت که ورزش و رقابت با ورزشکارای دنیاست پشت کنید. چرا؟ چون آقایون جمهوری اسلامی گفتن دشمن اخه، ورزش هم میدون اخوتوف سیاسیه. نکته جالبم اینجاست برای ورزشکارایی که مجبور شدن به این سیاست بباز تن بدن، امتیاز هم در نظر گرفته میشه. مثلا این آقا آرش میراسمایلی، قهرمان جودو در سال 1383 تو المپیک آتن، قبل از مسابقه کمرش رگ برگ شد. به خاطر کمر رگ برگش، آخه آدم کمرش بگیره به زن و بچه و منزل خودش نمیتونه رسیدگی کنه، تو چه برسه به حریف اسرائیلی. هیچی دیگه، کل فدراسیون جودو بسیج شدن با همین دروغ الاللهی. رفتن جلو که ورزشکار ما نمیتونه مسابقه بده. ورزشکار حریف اسرائیلی بوده، ایشون هم رگ برگی بوده، اما به خاطر کمردرد الاللهی، کمردرد مصلحتی، بعدها یک خیابون در ایران به اسمش شد. یعنی باورتون میشه؟ کجای دنیا یه خیابون رو به اسم ورزشکاری میکنن که از زمین بازی فرار کرده؟ به جاش کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو آرش میراسمایلی رو به خاطر همین دروغ 5 سال محروم کرد. یعنی در داخل به خاطر دروغ و سیاسی کاری و کمردرد مصلحتی خیابون به نامته، در خارج خیارم بهت نمیدن. حداد عادلشون البته از آرش میراسمایلی تشکر ویژه کرد، گفت چون به خاطر مردم فلسطین از رقابت با اسرائیل انصراف دادی، اینک در قلب میلیون ها مسلمان جاودانه ای آرش میراسمایلی. این حداد عادل و خامنه ای و بقیه کاسه داغتر از آش شدن برای فلسطینی که خودش با اسرائیل بازی میکنه.
این جوک رو ما چطوری به دنیا بگیم تا نگن شما دروغ میگی؟ اصلا چنین چیزی وجود نداره. داره. البته همیشه وقتی نوبت به رقابت با ورزشکار اسرائیلی میرسه کمر درد نیستا. گاهی یه چیزای دیگه آدم یه طوری میگیره. اسرائیل که سهل آدم پدر مادر خانواده خودش هم به فنا میده که مبادا جلوی ورزشکار اسرائیلی ظاهر بشی. علیرضا خواجسته جودوکار ایرانی سال 1395 در المپیک یهو یاد مشکلات خانوادگیش افتاد. فکر کنید وسط بازی یهو یاد مثلا اختلاف زن شوهری بیفتی. بعد حل بشه. مهمه. ایشون به خاطر حل مشکلات خانوادگی برگشت ایران. مشغول ذمه اید اگر فکر بکنید که مسئله دیگه در میون بوده. مشکلات خانوادگی حل بشه مهمتر از اینه که مشکل 40 ساله ورزش سیاسی شده جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اسرائیل حل بشه. حسین خدادادی قهرمان وزنه برداری ایران دست نداد با قهرمان اسرائیلی. تو ایران شد قهرمان، تو جهان برای همیشه از فعالیت ورزشی محروم شد. آخه دست ندادن فقط تو جمهوری اسلامی افتخاره، تو بقیه دنیا خیت. میگن طرف چشه، مشکل داره، مرام ورزشی سرش نمیشه. اینکه بگیم هر کشوری قانون خودشو داره هم تو دنیای پیشرفته جواب نمیده، چون قانون مضحک تو همه جای دنیا مضحکه و ورزشکاران و قهرمانان و کلن شجاها در برابر هر قانون مضحکی تا خمر خم نمیشه. باور کن. بعدی حتی داورای ایرانی هم اجازه ندارن داوری کنن اگه طرفشون ورزشکار اسرائیلی باشه. محمد رضا مینوکده داور ایرانی در بازی‌های المپیک 2008 بود. داوری بی‌طرفانه کرد، چیزی که جمهوری اسلامی اصلا تو کتش نمیره. به خاطر داوری بی‌طرفی در ورزش از کار برکنارش کردن. چرا؟ چون یه طرف بازی اسرائیلی بود، گفتن آرمان‌های امام راحل رو به باد دادی. خیلی خری. خراس میگن تا دیدی طرف اسرائیلی نمیتونستی کمر درد بگیری؟ مشکل خانوادگی چی؟ یعنی اصلا تو فامیل شما مشکلی وجود نداشت؟ امام راحل حق داره بر باد بره. ما باید ببازیم تا مدال و افتخار جهانی برسه به همون اسرائیلی که ما به رسمیت نمیشناسیم. این بچه دبستانیایی که همه امید امام خوبی ها به همین بچه دبستانیا بود، وقتی اینو میشنوم میگن این جوک چند تا لایک داره که جمهوری اسلامی میره کنار تو اسرائیل بشه قهرمان جهان و حسرت قهرمانی بمونه تو دل ایران و ایرانی. حسرت طلای توکیو برای من تا ابد میمونه تو دلم. نتیجه‌ش هم اینه که یکی یکی همه ورزشکاران فراری میشن از ایران. همین الان سعید مولایی کجاست؟ رفت آلمان. محمد حسین ابراهیمی رفت فرانسه. وحید سرلک با سابقه حضور 14 سال در تیم ملی جودو رفت آلمان. آرزو معتمدی قایقران ایرانی رفت آمریکا. احسان رجبی ملی پوش سنگین وزن جودوی ایران دارنده مدال برنز آسیا رفت آمریکا. کیمیا علیزاده رفت آلمان. علیرضا فیروزجا استاد بزرگ شطرنج ایران رفت فرانسه. میترا حجازی پور استاد بزرگ شطرنج هم از ایران رفت. درساد درخشانی به تیم شطرنج آمریکا پیوست. بردن مدال جهانی تمام رویای یک ورزشکاره که جمهوری اسلامی به خاطر سیاسی کردن ورزش در یک قدمی به دست آوردن مدال جهانی به رویاهای ورزشکارانش شلیک میکنه. تازه کلی پول خرجشون میشه. یعنی ورزشکارا، مربیا، این همه پول خرجشون میشه برای چی؟ برای اجرای شوی باخت تا آقا بزرگ خوشش بیاد. ولی این سریال تو باید ببازی سریالیه که همه ورزشکاران ایرانی یه نقشی درش دارن. یکی سیاه لشکره، یکی هم مثل علیرضا کریمی نقش اولو بهش میدن. گفتن که باید ببازن. بعد هم بازنده های اجباری رو میبرن کجا؟ دستبوس کارگردان سریال تو باید ببازی. کار بزرگ میکردی، این کاری که شما کردی از سمت کار پوریای ولیه. اینو پای خدا حساب کن و اجرش از خدا بخواب و برای خودت حفظش بکن. این از ورزشکارانی که با اسرائیل نمیتونن رقابت بکنن، مشت محکم بزنن به دهن اسرائیل تا خامنه‌ای خوشش بیاد پوزش به دنیا بده. اون از ورزشکاران زن ایرانی که با حجاب اجباریشون توی شوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی باید حاضر بشن. چرا؟ چون اینا باید پوزشو به دنیا بدن. پیام تبریک رهبر معظم انقلاب به من گفتن و ریاست جمهوری واقعا منو خوشحال کرد. شاید اون لحظه که این خبر رو شنیدم یکی از بهترین لحظه‌های زندگیم بوده. بباز ملت، چون یک ملت برنده خطر داره برای اینا.
برنده ها باعث براندازی اینا میشن. پس واسه همینه که مدام سعی میکنن یک ملت رو در هر زمینه‌ای ببازونن. همه چی توی ایران نرمال بود، تونیا قهرمان شنای ایران بود، ولی به خاطر همین قانون برده‌داری که شما ازش حمایت میکنید این بلا رو سر ورزشکارای ما آوردن. این تیم ملی کریکت ایرانه که براش تیتر زدن عزم جزم ملی پوشان کریکت برای حضور در مسابقات تایلند. میخواید داستان یکی از این ملی پوشان رو که اینطوری بقچه پیچ به دوربین ها زل زدن رو بشنوید؟ این خانوم سوده لشکری نام داره، چهره واقعیش اما اینه، یعنی سوده بدون سانسور اینه. همچین شبیه گلشیفت فرانی نیست؟ حالا بریزید ملت فوش بدین، چون ایشونم مثل گلشیفته رویاهاشو جمع کرد و از ایران رفت تا دیگه مجبور نباشه یواشکی شاد باشه، یواشکی آزاد باشه. حالا بشنوید از زبان خود سوده لشکری که مثل صدها ورزشکار ایرانی دیگه معتقده به خاطر عشق به ورزش مجبور شده یک زمانی برده جمهوری اسلامی باشه. سلام مسی عزیزم، مرسی که این فرصت رو به من دادی که حرف بزنم راجع به سخت‌ترین، یکی از سخت‌ترین و بزرگترین مشکلاتی که من توی جامعه ورزشی در ایران داشتم. من سوده هستم، 12 سال کریکت بازی کردم به صورت حرفه‌ای و 4 دوره اردوی تیم ملی دعوت شدم. و خب به عنوان یک زن توی جامعه ایران من واقعا اذیت شدم، واقعا زجر کشیدم، واقعا تحقیر شدم توی جامعه ای که ورزش برای خانوما خیلی سخته. تو خیلی سخت میتونی توی اون ورزشت به لولای بالا برسی، مخصوصا اگر اون ورزش در ایران یک ورزش ناشناخته ای باشه. یک خانومی بود که ایشون مسئول تیم ما بود و ایشون خیلی خانم مذهبی بود، خیلی خانومی بود که در واقع شغل اصلیش مسئول بسیج خواهران بود و یک خانومی بود که اعتقادات شخصی خودش رو میومد به ما القا میکرد، یعنی در واقع مجبورمون میکرد که جوری باشیم که اون میخواد. چرا موهات بیرونه؟ چرا مانتوت تنگه؟ چرا لباس تمرینت کوتاهه؟ تذکر میداد و همیشه تهدیدم میکرد به این که من اجازه نمیدم که تو با تیم بری بالا، من اجازه نمیدم که تو با تیم بازی کنی، من اجازه اعزام به تو نمیدم. داستان ورزشکاران زن ایرانی که به خاطر رویاهاشون و عشقشون به ورزش مجبورن به حجاب اجباری تن بدن داستان درازیه. از یه طرف بهشون میگن حجاب کن، از طرف دیگه پیشنهادهای بیشرمانه که خیلی ها در موردش شنیدن ولی سکوت کردن. من با سرپرست های آقا هم مشکل داشتم، یعنی از یک طرف به من فشار می آوردن که حجابت رو رعایت کن، حجابت رو درست کن، با همون حجاب، با همون عرفی که من نگه می داشتم از من می خواستن سوء استفاده کنن. یعنی من همیشه با پیشنهادهای مواجه می شدم، یعنی از یه طرف من گفتن حجابت رعایت کن، من حجابم رعایت می کردم و از یه طرف هم خودشون اون اسلام و اون قوانینشون رو زیر پا می ذاشتن و از من خیلی درخواست های بدی داشتن. من مطمئنم یه روز تک تک ورزشکاران زن که ممکنه با همین برنامه هم مخالفت بکنن، وقتی در یک دنیای آزاد یا ایران آزاد به تیم ورزش مورد علاقهشون بپیوندن، همشون قصه های ناگفته زیاد دارن از روزهایی که جمهوری اسلامی از اونها به عنوان برده های مدرن استفاده کرد. این تناقضا رو ما خیلی میبینیم تو جامعه دیکتاتوری که واقعا زن یک موجودیه که فقط به عنوان یک وسیله بهش نگاه میشه، زن یک موجودیه که فقط ازش استفاده میکنن، استفاده جنسی میکنن، بهش زور میگن، تحقیرش میکنن و یک موجود ضعیف میدوننش. خیلی اتفاق میفته و تو توی یک جامعه ای که مخصوصا جامعه ورزشی که تو باید آزاد و رها باشی، آزاد باشی و اون قابلیت ورزشی خودت رو نشون بدی، تو رو کنترل میکنن، تو رو تهدید میکنن و مثل یک برده. یعنی من به شخص واقعا آسیب دیدم. به پایان قسمت تبلت رسیدیم. یادتون باشه شما هم با یک دوربین ساده میتونید از خودتون فیلم بگیرید، به این شماره بفرستید و بشید راوی قصه خودتون. سانسور پر.
این صدای آمریکاست.